مبارزه علیه حجاب در دوشنبه، لاتوکوب و تهدیدی تجاوز. پلیس روسیه مهاجران مهنتی را لاتوکوب نمود. ازبکستان 10 سال زندان برای دعوت به نمایش اعتراضی. نیلوفر رجبوه در وقت رید علیه زنهای حجاب پوش دستگیر شد و در دوام یک چند ساعت زیر فشاری و تحقیر کنی در شعبه وزارت کارهای داخلی سینای دو قرار گرفت. پس از این نیلوفر بیتاب شد و با یک عذاب راه میگشت. در این خصوص رادیوی آزادی اطلاع میدهد. حادثه مذکور روزی 14 دکمبر در وقتی برگشتن نیلوفر از بیمارخانه به منزل زیست رخ داد. در راه مرا نمایندگان کمیته اید به کارهای زنان و کارکنان میلیسه دستگیر نمودند. مرا و 4 نفر زنهای جاپوش دیگر را برای گزارونیدنی صحبتی توضیحی به شعبه میلیسه ناحیه سینا بردند. نقل میکند جبر دیده. زنها و دخترها بودند. بعد به ما گفتند که اینقدر زنکای خوشرو خطونا چی دیخ پچوندن. بنابر گفته زن در شعبه میلیسه 15-20 نفر زنهای دیگر نیز قرار داشتند. همه را با حبس 15 شبانه روزی تهدید میکردند. وقتی که نیلوفر حقوقهایش را طلب کرد او را به تهخانه برده سخت لاتوکوب کردند و تهدید کردند که در زیر ثبت نوار ویدیویی او را تجاوز خواهند کرد. پس از 10 ساعتی پرسیش نیلوفر را رهایی کردند. آن هم باشد تنها پس از آمدن مادر نیلوفر و لامت ابراهیم زاده عملی گردید. تو زده باشی الهی نکم دستکات چی که نگفتم آوازان محکم شید. دیوی بریوتی تو انفرماسیو ای کتو هم دایو تکو انفرماسیو. جالبی دقت است که هرچند نمایندگان رژیم رحمان در وقتی برآمدهای رسمیشان در میدانهای بین الخلقی و در نزد خبرنگاران چندین مرتبه حالتهای تعقیب زنان تاجیک را برای پوشیدن لباس اسلامی رد کرده میآیند، در قریب الوقوع نماینده ماموریت رئیس جمهور در همصحبت تلفنی با بلاگری تاجیک عبدالرحمن ابراز نمود که پوشیدن حجاب و ستر در کشور منع شده است. در تاجیکستان ممکن است؟ نه، ممکن است. چی طوری که رادیو آزادی اطلاع میدهد، مقامات قدرتی روسیه مهاجران مهنتی از آسیای مرکزی را یک چند ساعت لاتوکوب نمودند. با گفته های مهاجران مهنتی قضیه مذکور شب 12 دکمبر به وقوع پیوسته است. کارمندان مقامات حفظ حقوق شهروندان قرغیزستان، ازبکستان و تاجیکستان را در افتوپارک دستگیر نمودند که آخرین در آنجا همچون راننده کار و فعالیت میکنند. پس از این در دوام یک چند ساعت آنها را لاتوکوب کردند. در همصحبت با خبرنگاران کارمندی سفارتخانه تاجیکستان حادثه جای داشته مذکور را تصدیق نمود. در میانی دستگیر شدگان 10 نفر شهروندان تاجیکستان است که یکی از آنها از طرف کارمندی آمان لاتوکوب گردیده است. ابراز نمود او به خبرنگاران. جبر دیده سمربیگ آسمان اغلی قضیه مذکور را با تفصیلات به خدمات رادیوی سوابوده قرغیز نقل نمود. تقریبا ساعتهای 22 شب کارمندان آمان به توقفگاهی افتوپارک آمدند. همه رانندگان را دستگیر نمودند. حجتهایمان را گرفته ما را تا بامداد لاتوکوب کردند. برای نداشتن شناسنامه مرا بیمارخانه قبول نکرد. عین زمان در منزل زیست قرار دارم و حالتم وزنین است. قبرغه هایم شکسته است. در رویم پای لاتوکوب نیست ولی تنم پر از داغ‌های کبود است. حتی سوال کردن اذن ندادند که با سبب چی ماران لاتوکوب میکنند. با اتاق 10 نفری میدارواردن 3 نفر با تیاق رزینی لاتوکوب میکرد. همه آنها در رویهایشان نقاب داشتند. آنها از کدام شعبه هستند و یا کیان دیدن نتوانستیم. بعضی ها را به خواهیدن و با آب فروبری کاغذی مهاجرتی را مجبور میکردند. میگوید جبر دیده. جبر دیدگان تصدیق میکنند که آنها را در بینای لاتوکوب نمودند که در سراغای ورونیسکای یک جایگیر است. عیناً در همین سراغه ریاست دولتی اید به حرکت راهی خبراس جایگیر شده است. Ну как бы, как лестницы составляли друг друга. И они начали, ну как бы, прыгать на нас, и камеру закрывают они. Ба гуфтаи шаҳрванди Қирғизистон Жиргалбек пеш аз латугуб намудан кормандони полис камераҳои назоратиро бо чизе пӯшониданд. Онҳо камераҳои назоратиро бо скоч пӯшониданд. Моро амр карданд ки ба поён нигоҳ кунем ва дар ин асно моро латугуб мекарданд.
به سوی ما فریاد میکردند که گویا ما چراغکی سرخ را میگذاریم، سواره های بدون چیپتا را فرود میاریم، افباشی میکنیم و هاکذا. آنها از روی ما حذر میکردند، چهار پنج نفر را سخت لاتوکوب کردند. ساعتی چاری پگاهی رهایی نمودند و گفتند که طبقی هر روزه به کار رویم. حجت ها و تلفن های بعضی ها را بر نگردانیدند، میگوید مهاجری مهنتی جبر دیده. یادرس میکنیم که دغلانه پایمال شدنی حقوق های شهروندان آسیای مرکزی و جنایت های گوناگونی کرده شده نسبت آنها در روسیه علاکه کاری عادتی شده است، ولی رژیم های کشورهای آسیای مرکزی با چنین کارها خاموشی را انتخاب میکنند. چی طوری که سامانه سنترال آزیان آرگ می نویسد، در ازبکستان برای گزرانیدن میتینگ های ناموافق شده، جمع شوی، یوریش ها و نمایش اعتراضی از جمله دعوت به چنین کارها با واسطه اینترنت می توانند جوابگری را شدتناک گردانند. چی طوری که اطلاع داده شده است، معیار مذکور از جانب لایحه قانون درباره درآوردن تغییرات و اضافه ها به کدکس جنایی جمهوری ازبکستان و کدکس جمهوری ازبکستان عاید جوابگری ماموری پیش بینی کرده شده است. السلام علیکم حرمتلی پرزیدنت، من از احوالمز من در سند معین کرده شده است که دعوت به نمایش اعتراضی در سامانه های اجتماعی مثل گزرانیدن میتینگ ناموافق شده جنایت به حساب می رود. باید قید کرد که الحال لایحه قانون در مرحله دیده برآمدن قرار دارد و در خصوصی تفصیلات های آن چیزی گفته نشده است. لایحه قانونی مذکور را حقوق شناس از شهری تاشکند شرح نموده میگوید که این کوششی محروم ساختنی ارزی ناراضگی جامعه از سیاستی حکومت در سامانه های اجتماعی و کوششی ترساندن بلاگران و خبرنگاران می باشد. مردگار دیگه انسوز چونقنگه بر تلفز قلنیت. منصبداری ازبک که به جرایان مذکور علاقه بواسطه دارد، با شرط نهانی به خبرنگاران اطلاع داده است که مؤلف لایحه مذکور وزارت کارهای داخلی ازبکستان می باشد. عین زمان لایحه قانون برای دیده برآمدن و درآوردن اضافه ها و تکلیف ها به خدمات قدرتی کشور ارسال کرده شده است. لایحه قانونی مذکور را در سامانه رگول گاو اوز، سامانه حکومت عاید محاکمه لایحه های قانون جستجو نکنید، زیرا سند مذکور مخفی و در رژیم پوشیده کار کرده شده بود. لایحه مذکور برای محاکمه عمومی پیشنهاد کرده نمی شود. خبر می دهد منصبداری نسخه لایحه مخفی را پیشنهاد کرده. کم بابا بزد سویتمزد گازمزد یاقت قوین آخر بون نمه حیات. یادرست میکنیم که با فرارسی زمستان در منطقه های گوناگون ازبکستان نمایش های اعتراضی برگزار گردید. اهالی با طلب حل معمای قطعی گاز طبیعی و قوای برق به کوچه ها برآمدند. منه اوتن پیچکی آقلی ابته همه ایده. تحلیلگران بران عقیدند که احتمال نمایش های مذکور رژیم حکمران را وادار ساخته است که برای در آینده پیشگیری چنین نمایش ها چاره های جدی بیاندیشد. اوزینگیز گواه بولیب تورگانینگیزدگی منه شو دیارلی هر کون اجتماعی تارماقلارده قایسیدیر رهبرنینگ فعالیتی بیلن باغلیق شاو شولی خبر تارقالیاپتی اولارده.